سلام، همونجوری که میبینید با یک فرمت جدید در خدمتتون هستم. با این پرسش من این برنامه رو آغاز میکنم: چرا این ویژه برنامه رو ما داریم ضبط؟ در بسیاری از موارد من وقتی در جلسه ها همچنین فضای عمومی و مجازی با عزیزان روبرو میشم، یه سری پرسش های بنیادین در رابطه با سیاست هست که به دلایل متفاوت ممکنه که عزیزان آسانگیری در واقع بکنن، سریع از روی این مفاهیم رد بشن. فکر کردم که بد نباشه برنامه هایی یا ویژه برنامه هایی رو در چند سری ما تهیه بکنیم و مشخص فقط و فقط به سیاست بپردازیم، به مفاهیم سیاسی بپردازیم، تاریخ سیاست رو مرور بکنیم. چرا اهمیت داره؟ به این دلیل که در نهایت قرار بر این هست که ما ذهن فعال سیاسی داشته باشیم، که سیاست کاری اشتراکی هست، در واقع باید یک فکر جمعی در واقع وجود داشته باشه، روی یه سری از مفاهیم حداقل یا توافق بکنن یا اینکه پرسپکتیو و زوایای مشخص و ثابتی در واقع داشته باشن، یعنی بدونن که در مورد چی دارن صحبت میکنن. پرسش اساسی این هست: سیاست چیست؟ بسیاری از تئوریسین های علم سیاسی به سختی میتونن به این پرسش پاسخی صریح بدن. پاسخ شفاف سیاست چیست یا به چیستی سیاست پرداختن مربوط میشه به تاریخ و همچنین به جغرافیا، یعنی اون مفهومی که ما فرضاً در قرن 21 از سیاست میفهمیم یا از بسیاری از مفاهیم مربوط به سیاست بسیار متفاوت است با اون چیزی که فرضاً یونانی ها میفهمند. چرا باید وقتی که در مورد سیاست صحبت میکنیم سریعاً برگردیم به یونانی ها؟ جهان یونانی از 6 قرن پیش از میلاد مسیح درگیر فکر و همچنین پردازش این فکر، سازماندهی کردن این فکر، ساماندهی فکر انسانی شد در واقع. یعنی به این ترتیب جهان یونانی یا مردم یونان اون دوره بین مثلا قرن 6 پیش از میلاد تا قرن 2 حدوداً حساب بکنیم دوره هلنیستی، اینها حدوداً 300 هزار نفر بودند در جزایر متفاوت و همچنین در روستاهای یونان. پر جمعیت ترین در واقع شهر یا کلان شهرشون شهر آتن. این مردم بسیاری از موارد در هومه ها زندگی میکردن، در روستاها زندگی میکردن و اتفاقا این مسئله که یونانی ها در روستا زندگی میکردن و شهرهای مرکز در واقع تجمعشون کمتر بود، بسیار رابطه داره با مفهوم سیاست در یونان و همچنین مفاهیم مربوط به سیاست مثل دموکراسی. به واژه پالیتیک وقتی که برمیخوریم یک تعریف انگلیسی، در واقع یک عبارتی در موردش هست که سریعش میتونید توی گوگل پیدا بکنید، به عنوان افر of cities در واقع نام میبرن. این کلمه affair خیلی جالبه، به معنی خیانت در روابط زناشویی میتونه باشه که اون در واقع مربوط به relationship و روابط هست، اما در این منظر به معنای امور و مصالح هست. پس این سوال اول رو مطرح میکنیم: کلمه politics که ارسطو هم یک کتاب داره به نام پولیتیکا، این برای ذهن یونانی چه معنایی میداد؟ آن تصوری که در واقع یونانی ها در اون دوره از سیاست داشتن، از این واژه داشتن، با اون چیزی که امروز ما فکر میکنیم شاید یه مقدار متفاوت باشه. پلیتیک ریشش پلیس هست. پلیس در یونانی یعنی شهر. پلیتیک چیزی نیست جز سازماندهی و ساماندهی شهر، ساخت و ساز، هر آن چیزی که مربوط به ساخت شهره. و وقتی که میگیم شهر، در واقع یه معنای کلی داره، نزدیک میشه به واژه استیت، در واقع آن چیزی که از دلش دولت بعدها قرنها بعد بیرون اومد، به معنای دولت که امروز ما میفهمیم. در نتیجه یه یونانی وقتی که میخواست در مورد پالیتیک صحبت بکنه، در مورد یک امر جمعی اشتراکی داره صحبت میکرد. فقط روی روشها و شکلها بود که اینها با هم دیگه تفاوت داشتن. یونانی ها تلاش کردند و فکر کردند به واسطه فلاسفه و همچنین کسانی که به امور طبیعی میپرداختند. بسیاری از فلاسفه یونانی اصلا این کسایی بودند که به جهان فقط میپرداختند، به مسائل مربوط به هستی میپرداختند. اینها در نهایت مسئله شون این بود که چگونه ما میتونیم در کنار همدیگه و با کار مشترک گاورن بکنیم، به معنی یعنی سازماندهی بکنیم شهر رو، ساماندهی بکنیم شهر رو، مدیریت بکنیم شهر رو. معنای پلیتیک برای یک یونانی در ابتدا این بود. برای اینکه معنای پلیتیک رو بهتر بفهمیم میتونیم به یک واژه دیگه هم اشاره بکنیم و اون پویتیک هست. پویتیک که به پویزی در واقع ربط داره، به شعر ربط داره. یعنی پلیتیک ساخت جهان به معنای
زندگی واقعی و روزمره بود و هر آن چیزی که مربوط به اون بود، و پوئتیک مربوط به جهان ذهنی آدمی. به همین دلیل هم هست که یونانی ها بین آن چیزی که شعر هست و آن چیزی که یعنی مربوط به جهان شعر هست و آن چیزی که مربوط به پلیتیک یا جهان واقعی هست تفاوت قائل میشن. بعدها در مورد افلاطون وقتی که صحبت میکنیم بهش اشاره میکنیم که چرا افلاطون اصلا شعرا رو از شهر یا از اون مدینه فاضله‌ای که ساخته بود در ذهن خودش تئوریکش کرده بود اخراج بود. یکی دیگه از راه‌هایی که بتونیم بفهمیم نگاه یونانی‌ها نسبت به پلیتیک چی بود، نظر یونانی‌ها در مورد ایرانی‌ها بود. همچنان که می‌دونید یونان با اون وسعت بسیار کوچک بود به نسبت مثلا امپراتوری ایران، اصلا عملاً هیچ چیزی نبود. اما جهان یونانی جهان ایرانی رو به معنای پلیتیک و جهانی سیاسی قبول نداشت. اونها با اینکه می‌دونستان در ایران نظم مالیاتی ما داشتیم، ارتش داشتیم، قضاوت داشتیم، اما آن چیزی که یونانی ها بهش می پرداختن کاری مشترک بود، یعنی سیاست با مردم و با نمایندگان مردم اتفاق می افتاد. این جهان بسیار متفاوت بود با جهان ایرانی ها که یک کینگ یا شاه داشتن و این شاه صاحب و ارباب کل جامعه بود و کسی شراکت نمیتونست داشته باشه در قدرت سیاسی. به همین ترتیب جهان یونانی با جهان رومی ها هم متفاوت. اول یونانی ها در واقع بودن به معنی، بعد از اون ما با جهان رومی هم طرف میشیم. رومی ها در چند نکته بسیار متفاوت بودن با یونانی ها. یونانی ها دخالت در سیاست رو امری مستقیم میدونستن، اما رومی ها اینو فیلتر میکردن، یعنی کنترل شده باش برخورد. یکی دیگه از تفاوت ها این بود که در جهان یونانی بیگانگان، همسایگانی که در واقع میتونستن بیان به عنوان حالا همشهری در شهر زندگی بکنن، اینها حق دخالت در سیاست رو نداشتن، حق رأی نداشتن، حق دادگاه نداشتن. اما در جهان رومی ما بعد از اون میبینیم که شهروندها مثل الان جهان خودمون، یه مثلا ایرانی بیاد تو آلمان، اینها بعد از یه مدت شهروند میشدن و همچنین حق دادگاه و حق رأی هم میتونستن به دست بیارن. اما با این حال یک فاصله همچنان وجود داشت و اون سیستم کنترل میشد توسط سنا، و اون سنا حالا میتونست یک نظم شورایی بالا باشه یا اینکه حتی یک دیکتاتور یا یک جباری بالا سر کل اون سیستم باشه. پرسش های اساسی یونانی ها در رابطه با سیاست شکل آموزش بود، ارتش، مالیات و قضاوت. مسئله اساسی یونانی ها در اون دوره این بود که چگونه ما شهر رو بسازیم، چگونه از شهر محافظت بکنیم، چطور ارتش داشته باشیم، چه کسانی در ارتش باید مشارکت بکنن، اگر خطایی اتفاق بیفته، یا بذارید اینجوری بگیم در جهت عدالت اجتماعی چه ارگانهایی، چه سیستمی باید کار بکنه. در جهان یونانی ما با زن طرف نیستیم، ما با خارجی ها طرف نیستیم، با بردگان طرف نیستیم، با مرد آزاد مالک طرف هستیم. یعنی یک یونانی برای اینکه حق رأی می داشت باید یک نسب می داشت، نژاد به معنی باید می داشت، خانواده دار باید می بود، مالک باید می بود و همچنین باید آزاد می بود. یعنی شما نمیتونستید برده باشید. بحث آزاد بودن و برده بودن در جهان یونانی و همچنین پس از اون در جهان رومی بسیار مسئله مهمی بود. در نهایت یونانی ها میخواستن به این پرسش اساسی پاسخ بدن که چه کسی شهروند هست؟ وقتی شما در شهر در پلیس زندگی میکنید در جهان یونان، نسبت به شهر مسئولیت دارید، باید در رأی گیری شرکت بکنید، باید در ساخت و ساز شرکت بکنید، باید در ارتش شرکت بکنید. اون موقع تازه حقوق شما هم آغاز میشه و این حقوق حقوقی متغیر است. یعنی یه زمانی ممکنه که شما چنان گنده بشید، چنان اسم در بکنید در پلیس که طبق یک قانونی که حالا بعداً بهش میپردازیم، آن چیزی که ما امروز نفی بلد یا تبعید میگیم، شخص رو یونانی ها با رأی گیری از شهر اخراج میکردن برای 10 سال. استراسیزم یا نفی بلد به این معنا بود، یعنی به تعبیر امروزیمون تو چنان شاخ شدی برای دموکراسی یا برای شهر که تو رو اخراج میکنن، 10 سال میری اما حق و حقوقت باقی است و بعد از 10 سال میتونی به شهر برگردی. به این ترتیب وقتی با جهان یونانی روبرو میشیم میبینیم که
مسئله مالکیت برای یونانی‌ها بسیار مهم بوده. یعنی شما حتی موقعی که نفی بلد می‌شدی، تبعید می‌شدی، اموالت می‌شد زن، بچه، خانه، حیوانات، همه اینها با هم دیگه برابر بودن. همه اونها باقی می‌موند، شما می‌تونید داشته باشی اینها رو، اما اخراج می‌شی و بعد دوباره برمیگردی. مسئله مالکیت در نوع شهروندی شما بسیار مهم بود. پس شما نمیتونستی به عنوان یک انسان فقیر در رای گیری شرکت داشته باشی. از دل همین مسئله مالکیت بعدها مفهوم دموکراسی بیرون اومد. دموس یعنی مردم، کسانی بودند که ساکن روستاها بودند. یعنی مشارکت هرچه بیشتر آن کسانی که حتی اموالی نداشتن، مالک نبودن، اما در سیاست میتونستن شراکت داشته باشن یا میخواستن که شراکت داشته باشن. طبق این مقدمه ما متوجه میشیم که اگر سیاست رو به معنای ساخت و ساز شهر بدونیم، یه سری مشکلات یا در واقع مسائل از درونش بیرون میاد. خب حالا این شهر رو باید یه عده قلیلی یا اقلیتی اداره بکنن، یا همه باید شراکت داشته باشن، یا اون همه باید نماینده داشته باشن. میزان آزادی چقدر هست؟ عدالت مهمتر است یا آزادی مهمتر است؟ یه سری مفاهیم بسیار جدی که تا همین امروز هم این مفاهیم همچنان وجود دارن، بحث بر سرشون هست، که ما سعی میکنیم در سری برنامه‌هایی که قراره که تهیه بکنیم اینها رو دونه دونه به بحث بگذاریم و آروم آروم طبق زمان و طبق مکانها در تاریخ بهشون بپردازیم و نزدیک بشیم بهشون. زنده باشید.